درود خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به آموزش رقص بهار از مارتیک عزیز. این هم مثل آهنگ زندگی با تو معین قرار روش صحبت بکنم، ولی خب سری پیش نتیجه خوبی گرفتیم، خیلی راحت تونستید که آموزش رو تکرار بکنید و یاد بگیرید. بعضیاتون ویدیو فرستادید، خیلی خوب تمرین کرده بودید، خیلی خوشحال شدم. بدین ترتیب موزیکایی که کپی رایت میخوره میتونم به این شکل بهتون آموزش بدم که نهایت استفاده رو ببرین. پس خوشحال میشم اگر ویدیوهای من رو دوست دارید حتما لایک بکنید که دوستان بیشتری ببینن و به اشتراک بگذارید. بریم که آموزشمون رو داشته باشیم. خب میرسیم به حرکت اول. شما این حرکت رو هم میتونید سر پا انجامش بدید، هم میتونید نشسته انجامش بدید. شروع حرکت ما با ریتم شانه شروع میشه، یعنی من دو بار با شانم یه دایره ریز میکشم و دو بارم به بالا و پایین حرکتش میدم. یک و دو، سه و چار، یک و دو، سه و چار، یک و دو، سه و چهار. دو رو مچم وارد میکنم که از تکراری بودن در بیاد و بعدش که ریتم رو گرفتم، جایی که خواننده شروع به خوندن میکنه، من با دستم یه بهار رو قراره بکشم و برقصم. تو ویدیو اصلی میتونید ببینید دقیقا جاشو. من با دستم ب رو میکشم، البته چون دوربین برعکسه براتون برعکس دیده میشه. دقت بکنید به این شکله. ب رو کشیدم، ها رو کشیدم، بردم بالا. ر رو هم میتونم با پشت دستم بیام پایین، هم میتونم به صورت موجدار بیام پایین و دستی که بالا بود رو بکشم پایین و نقطه ب رو با یک گردش مچ دست بذارم و ادامه حرکت رو سرم رو به صورت نخ و سوزن حرکت بدم. حالا به صورت نشستش رو بهتون میگم که دوباره باز تکرار بکنیم. موقعی که میخواین بشینید با پشت پا بشینید، یه پا تکیگاه باشه، یه پا رو زمین، و یا اینکه میتونید با هر دو تا پا روی زانو باشید. ریتم رو شروع میکنیم دوباره با هم دیگه. یک و دو، سه و چار، یک و دو، سه و چار. بهار به ها میکشم آ بالا، ر رو با موج میام پایین، ب رو با نقطش رو با مچ دست و یک و دو و سه و چار و بعد با این حرکت میام بالا و ریتم رو میگیرم. دقیقا اون موقعی که حرکتم تموم شد خودم میکشم بالا که ریتم رو بگیرم و شروع کنم به حرکت. حرکت من با پای قیچی هستش، یه پا جلو و دقت بکنید چهار گام بر میدارم، دستام دست بی نهایت هستش. یک و دو و سه و چهار، دستام میاد پایین به شکل حرکت دامن در میاد. بعد حرکتم پای ساید تو سایده، ببینید ساید تو ساید انجام میدم اینجا به این شکل. خب حالا برگردیم حرکت رو مجدد انجام بدیم. قبل بعد از حرکت ساید تو ساید ما قراره با پای سوزنی دوباره حرکت انجام بدیم، ولی یه بار تکرار بکنیم. پای قیچی، سه و چار، یک و دو، سه و چار، قیچی. و این حرکت دست رو من توی رقص زندگی با توی معین هم انجام دادم، دیگه توضیح خیلی نمیدم. از این قسمت میتونید لینک رو بزنید روش و برید تماشا بکنید. ولی خب دوباره اینجا تکرار میکنیم. این حرکت رو به صورت بی نهایت میکشم و دستم رو میکشم و باهاش میچرخم. اگه دقت بکنید برای من دست راستم هستش، دست راستم بی نهایت کشید و بعد از پهلو کامل میبرمش بالا، میارم نزدیک بدن. دقت بکنید بازش میکنم، دست باز، چون که میخوام باهاش بچرخم و شروع کنم به یه سمت دیگه حرکت رو تکرار بکنم. هر دو دست به سمت سینه جمع میشه و به پهلو باز میشه. دوباره پای قیچی میرم و دقیقا همون حرکت رو مجدد تکرار میکنم. این ور با دست راستم بودم، سمت دیگر رو با دست چپ به این شکل میزنم حرکت رو، میام جلو و دو تا چرخش میکنم و پشت به مخاطبم. دقیقا همین قسمت رو توی کلیپ اصلی میتونید ببینید. من هم اینجا یک بار دیگه تکرارشون میکنم. ساید تو ساید، حرکت بی نهایت، میکشم رو به بالا، دوتا چرخش، دستا رو میرسونم به همدیگه، پشت به مخاطبم. اینجا قراره پای کراس بک برم به این شکل.
وای میستم جفت، یک پا پشت پای دیگه میذارم و مجدد پای دیگه همینطور. دستم هم قراره به صورت دست صفر حرکت بکنه. ببینید با دستم یه صفر بزرگ میکشم با هر دوتاش. دوباره سمت عوض میکنم، همین کار رو تکرار میکنم. گردنم هم میچرخه کامل. دقت میکنید؟ با بدنم یه کمان میسازم، خم میشم که بتونم مخاطبم رو برگشتنی ببینم. اینجا حرکت پا مهمه، چون که ضربش 1 و 2، 3 و 4. 2 تا درجا، دوباره عقب. 1 و 2، 3 و 4. دستام هم به همون صورته. 1 و 2، 3 و 4. 1 و 2، 3 و 4. پاها رو دقت کنید. 3 و 4، 1 و 2. به خاطر اینکه ریتمو بگیرم. حالا بعد از اینکه حرکت رو زدم، من یه دایره مجدد اینجا با ریتم باید انجام بدم. حرکت دستم مثل یه شکوفه بالای سر میکشم، پشت دست، دوباره کف دست این شکوفه رو میکشم، باهاش حرکت میکنم با پای پا رو پا و دوباره دست بفرمایید انجام میدم. دوباره یه بار دیگه گل رو سعی میکنم بکشم با دستم. 1 قنچه، 2 قنچه، دست بفرمایید، دوباره 1 قنچه و 2 قنچه. قراره حین حرکت اجرا بکنیم. بعد از اینکه با پاهامون یه دایره کشیدیم و حرکت قنچه رو انجام دادیم، باز حرکت خطی داریم، همون ریتمی که اول موزیکه، ولی با این تفاوت که این سری پای قیچی نیست، پای پیچه. به چه شکل؟ من بالا تنمو کاملا میچرخونم به سمتی که میخوام حرکت کنم، یه بار گام میذارم برمیگردم. 1 و 2، 3 و 4. 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 این دست ها هم 100% دیگه تا الان یاد گرفتید به نوع آموزشی که بهتون دادم. پس بعد از اینکه این قسمت تموم شد، یه جایی آهنگ خیلی ریز یه ضرب میزنه که من اینجا با پشت دستم قراره نشون بدم. به این شکل دست ها به حالت L تو این قسمت، چون ضربیه منم باید به صورت ضربی و کوبشی پای ساید تو ساید رو عوض بکنم و انجام بدم. دقت بکنید، همزمان که میپرم با مچ دستم میشکنم 4 تا ضربه. 1، 2، 3، 4 جمع میکنم که حرکت بعدی رو انجام بدم. خب بریم که با موزیک یک بار اجرا بکنیم. ریتمو به این شکل میگیریم، 1 و 2، 3 و 4. 1 و 2، 3 و 4. سر ضرب بهار رو که میخونه با دستم بهار رو میکشم، آ بالا، ر پایین، نقطش رو میام چرخش مچ، دست چرخش مچ و سر ریتم میام بالا. 1، 2، 3 و 4. پای پیچ میزنم، دست دامن، پای ساید تو ساید، دوباره پای سوزنی و حرکت دست چرخش، همون رو تکرار میکنم مجدد به سمت دیگه به همین شکل و چرخش دوبار پشت به مخاطب. 1 و 2، 3 و 4. 1 و 2، 3 و 4. این حرکت رو 4 بار انجام میدم و حرکت قنچه، پاش رو هم به صورت دایره وار رعایت میکنم. بلافاصله که تموم شد، سر ریتم میاد و پای پیچ، دست موج، مجدد پیچ، پیچ، موج، موج، یه مکس کوچولو و حرکت کوبشی، دستا جمع. بریم سراغ حرکت بعدی. این قسمت خیلی مهمه. من با کف دستم یه دایره میکشم و با نوک انگشتم میام به سمت صورتم. با کف دست یه دایره با نوک انگشت به سمت صورت، پشت دست به صورت و بعد پشت دست به گوش میچرخونم رو به بالا. دقت کنید، پشت دست به صورتم، یه پیچ میدم، دوباره پشت دست به سر و همونو میچرخونم رو به بالا. به صورت موجم میام پایین. در واقع میخوام نماد رویش گل رو نشون بدم. پشت دست، چرخش پشت دست و مجدد پشت دست به بیرون و موج رو به پایین.
بعد از اینکه دستا رو آوردم رو به پایین، هر دو همزمان میرن رو به بالا و این حرکت که اینجا آموزشش رو دادم از این لینک میتونید ببینید انجامش میدم. 1، 2، 3 و 4 و 5 و 6 رو پشت دستم رو انگاری که دارم موهامو نوازش میکنم میارم رو به پایین. ببینید 1، 2، 3 و 4 پشت دست به سمت گوش، کف دست به سمت بدن، با ناز و خجالت میخوام رقص رو نشون بدم. در واقع یک بار تکرار میکنیم 1، 2، 3 و 4، 5 و 6، 7 و 8. 1 و 2 دستامی رو به بالا، 3 و 4، 5 و 6، 7 و 8. نگار من چه محجوبه رو به این شکل نشون میدم. چون دو بار تکرار میشه، سری دوم من این حرکت رویش گل رو با چرخش میخوام نشون بدم. دقت کنید، همزمان که میچرخم حرکت دست رو هم انجام میدم، برای موجش که میاد پایین مکس میکنم و بعد میرم به یه سمت دیگه با پای قیچی و حرکت نگار من چه محجوبه رو اینجا انجامش میدم. میتونم با چرخشم تمومش بکنم. خب میرسیم به بخش اصلی آهنگ، بهار بازم بیا عشق و بیارش، دل هر یاری رو دست نگارش. من اینجا گام زبدری میذارم و میام رو به جلو و دست موج رو که پشت دست ها کلن به سمت بیرون انجام میدم، کاملا میارم روبروی شانه و بعد با کف دستم مثل اینکه یک تیرکمونی رو دارم میکشم این حرکت بعدی رو انجام میدم، ولی همزمان که میکشم صورتم هم باهاش حرکت میدم. دست کافی نیست که فقط به این شکل باشه، صورتتونم باهاش برگردونید که عشوه و ناز موزیک رو بتونید به جا بیارید. حرکت پا به چه شکله؟ من 4 قدم میام به جلو، 4 قدم دو ضرب میرم به عقب. دقت بکنید، 1 و 2 و 3 و 4 دو ضرب، 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. بدنم هم باهاش میچرخونم. دقت کنید، 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8 و بعد به همین صورت مکس میکنم. بعد از اینکه فیگور رو انجام دادم، هر دو دست به صورت تیرکمون کشیدم، یکیش میمونه رو به جلو. من با دستام میخوام شکل یک گل رو بکشم، فکر کن یک گل رز. آرنج ها ثابت میمونه، من دستام رو نیم دایره میارم توی همدیگه. دقت بکنید، آرنج ثابته، من با دستام با کف دستام رو به بالا نیم دایره میکشم که بعدش هم میریم سراغ این حرکت آغوش که من باز هم توی این ویدیو چند تا فیگور عالی آموزش دادم که این فیگورم داخلش هستش. بریم برای جنبندی این قسمت. کوبش 4 تکرار، 3 تکرار آخری جمع، حرکت رویش گل، موج به پایین و بعد نگار من چه محجوبه. آروم میایم پایین، بدن رو همراه میکنیم، تکرارش با چرخش مجدد. وای میستم، حرکت رو به یه سمت دیگه انجامش میدم به این شکل و حالا بها بازم بیا عشق و بیارش، دل هر یاری رو 4 تکرار انجام میدم و بعد گل روز رو میکشم، میشینم، آغوش رو انجام میدم، چرخش و تمام. اینم از بخش اول ویدیومون تا قسمت بهار بازم بیا عشق و بیارش بود که بخش دوم توی ویدیوی دیگه خدمتتون ارائه میشه. خیلی ممنونم که دنبالم کردی. سابسکرایب فراموش نشه لطفا. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.